داستان کوتاهی بر مبنای نوشته نائید غزل خنی‌زاده. ظلمت تنهایی، قامت بلند و پرغرور او خمید، دستان برومندش چون برگ های زرد خزان در لرزش نابودی است. صدایش زجه قلب بیمار او را تکرار می کند و در ضربه های نبضش ستم زمانه موج می زند. او گدایی یک لحظه خوشبختی است، اما چی محال را پیداست؟ در تنگنای سینهش به جای دردی یأس و ارمان امید زیستن می خواست، مگر چهره مضطرب و پریشانش حکایتگری یک ماجرای تلخ و هولناک است. چون مرده متحرک و سرگردان در جاده‌ای که نمی داند و کدام دیار غریب می انجامد را می زند. از ویرانه ها می گریزد و خط سیاه زندگی را دنبال می کند، چون خواب وحشتناکش به حقیقت پیوست هنوز هم باور نمی کند و امید این که شاید پرده وهم شب نابود گردد و پیروزی صبح لبخند زند خود را می فریبد. اما در عقب او خانه شکسته و ریخته او آکنده با دود و بارود بجا مانده بود. هر آنچی بجا مانده بود ناله داشت، هر آنچی بجا مانده بود در ظلمت دود سیاه مدفون بود، هر آنچی بجا مانده بود رنگ خون داشت و انعکاس مظلومیت و بیچارگی شیور داشت و ضربه سختی یک بدبختی. آنجا روح پاک یک مادر با اطفال بیگناه او خواهان درود بودن و دعا. و آن پیکری که از ظلمت تنهایی می گریزد، پدر است که غمش پیمانه نمی شود، همچنان راه می زند. خانه نیست تا در برویش گشاید، نه همسایه، نه برادر و دوستی، نه آشنای سالهای قدیم. یکی فرار کرده و یکی زیر ستونهای خانهش مدفون است و یکی در جاده خاک‌آلود نقش زمین شده و کسی توان بلند نمودن جسد خون آلود او را ندارد. او همچنان گامهای خسته و بیمارش را با ناتوانی می کشاند و سخت تلاش می کند افکارش را یک جا سازد. افکاری که مثل تکه گونه پاره پاره شده، افکاری که مثل خیمه های پینه شده آوارگانی که به دست باد و طوفان به بازی گرفته شده است. می خواهد عمیقا فکر کند تا راهی پیدا شود که او را از دربدری برهاند. سرانجام از خستگی توان و قدرتی در وجودش نمی ماند، به گوشه دیوار شکسته می نشیند و به دنیای بی ارزش و آن غربت و تنگ دستی که چون زنبوران اصل شیره جان کودکانش را مکیده بودند می اندیشید. طفلکانی که در غربت چشم به جهان گشودند و در غرش بمها جان سپردند، چقدر خود را مجرم و گناهکار احساس می کرد که نتوانسته بود آن ضعیفان را نجات بدهد. به دنیای می اندیشید که وجودش را در سوزی یک شکست می سوزاند. با آن روزگاران می اندیشی که سرود اندوگین آن کودکان معصوم خواستن آب و نان بود و آنها چون مرغکان بیگناه در گوشه و کنار آشیانه خود ذره کوچک کوچک نان را جستجو می کردن
و با امید روزی بودند که بالهای شکستهشان توانایی پرواز پیدا کند تا به دور دست ها برون و غذا پیدا کند. زندگیش معمایی گشت در غربت بی کسی، همچنان غرق تفکرات ساعتا قبل بود، غرق صحنه های عیبتناکی که حکایت شکستن خانه و کاشانه او را می نمود، غرق ساعاتی که ایولای وحشی شب ناله تلخ نابودی مردمان را سرداد و بمهایی که پییدگر آمدن دود سیاه چون دیوانهی که از زنجیر اسارت رها شده باشد، نعره بمها را در خود می بلی و آتش و خون یک جا زبانه می کشید. شهری که قصه مردمان غیرتمندش افسانه تاریخ بود شرارش شد و نابود گشت. شهر استخوان آدمیان شده و قبرستان آهن پاره ها و آن سرزمین زرخیز دیگر دوزخی گشت از آتش و آهن و خاک و خاکستر. هنوز امیدی در دلش را نیافته بود، چشمان غمدیده خود را از وحشت بست و فریاد کشید: بس کن خدایا، اگر این هم غضب توست بس کن خدایا. و دیگر کسی نبود. پاسداری نبود، رهبری نبود و صیادان بر آن زخم‌های خونین خنجر می‌زدند و به آن دل‌های غمگین وحشت می‌فرستادند و سقوط روشنایی روز را اعلام می‌کردند. اعلام می‌کردند که افغانستان جنگ زده در لبه بام نابودی است، اما کاش از این خواب رها شود، کاش این آرزو در دل ستمبارشان بمیرد، کاش در سرزمین رنجیده ما نرگس‌های پاک آزادی چشم گشاید و روشن اندازهای آرامش پیام خوشبختی انسان را به کوه و دشت و دره ها تصویر سازد.